آیا فضای مجازی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری تونستن افکار عمومی رو مدیریت کنن؟ مناظره ها در این دوره از انتخابات چقدر تونستن فضای مجازی رو گرم کنن؟ هیاهوهای انتخاباتی در این فضا چه تفاوتی با گذشته داشت؟ امروز اینجا با امیر حسین عسکری پژوهشگر دیتا به این پرسش ها پاسخ دادیم. آقای اسکری خیلی ممنون از اینکه فرصتتون در اختیار ما قرار دادین من میخوام گفتگوی امروز رو با این سوال شروع بکنم توی حالا چه دور اول انتخابات چه دور دوم انتخابات وقتی بررسی میکردیم مشاهدات میدانی رو کنار همدیگه میذاشتیم به نظر میرسید که فضای در واقع خیابانی فضای شهری آنقدری که در فضای مجازی موضوع انتخابات داغ شده در فضای شهری و در فضای خیابانی این میزان اهمیت و توجه وجود نداره آیا شما با توجه به داده هایی که به دست آوردین به این در واقع فکت رسیدین یا نه سلام خدمت شما و بیننده ها امیدوارم گفتگو مفید و کاربردی داشته باشیم انتخابات این دوره برخلاف انتخابات دوره پیش فرمولش تبعیت نمیکرد از انتخابات هایی که ما دوره هر چقدر جمهوری دوره پیش چه مجلس چه ریاست جمهوری اصلاً. دوره, پیش فریان به این صورتی بود که ما هر چقدر روزه آخر می رسیدیم با یه شیبی تندتر می شدیم به خصوص هفته آخری و به خصوص روز آخر انتخابات دور اول این دوره اصلا از این فرمول تبعیت نکرد یعنی پیش بینی این بود که حتی از مجلس 1402 که چهار ماه قبل از همین انتخابات هم برگزار شده بود باز این شیب روش به این شکل نبود شیب روش انتخابات مجلس بیشتر بود تا این فاز ما تو تحلیل داده خودمون برای اینکه موضوعات خبری رو بتونیم دقیق بکنیم و بگیم که چقدر داغن اینا چقدر جامعه تونسته به این موضوع بپردازه و توجه جامعه رو به خودش جلب کرده میاریم روی دماسنجی از صرف تا ساعت بندازیم اگر موافق باشن اگر هم کارا فکر کنم دو این تا گزارش دیگه روزانه هست که دماسنجی داره سمت یکی چپش یکی دیگه اگه بزنن بله همین این برای دور دومه شما هم. اون دماسنجی که میبینید 54 درجه برای اوج داستان این انتخابات این دور است درست. که به 54 درجه رسیده که 54 برای انتخابات دمای پایینیه این, این یعنی, کاربرا انت... چقدر راجع به این موضوع صحبت کردن در فضای مجازی؟ هم کاربرا چقدر صحبت کردن هم رسانه ها چقدر بهش پرداختن و همه مهمتر چقدر بازدید گرفته چقدر توجه افکار عمومی به این موضوع رفته مهمترین شاخص در واقع اگه بخوام بازاریابیشو بگیم اورننس این موضوع توی هم. جامعه چقدره اینجا انتظار میرفت که برای انتخابات اون هم مثل انتخابات ریاست جمهوری بین 70 هفتاد تا 75 هفتاد روز ادعاش برسه در صورتی که روز دوره اول روز چهارشنبه پنجشنبه که بعد اوج داستان باشه این تا 38 اومد و وایساد یعنی اصلا این فضایی که بگیم برای جامعه انقدر این موضوع مهم شده باشه که بخواد این موضوع رو چون یه اکوسیستمی داره دیگه رسانه هم محتوا میذاره ببینه اگه مردم استقبال میکنن دوباره ادامه, ادامه میده بله. و این اکوسیستمه دید نه اصلا این موضوع انتخابات انقدر کشش نداره تو دور دوم به خصوص بعد از دو تا مناظره دما رفت بالاتر و تا 54 اومد که شد دیگه پیک اون دمایی که توی این دور داشتیم که باز اگه بخوام مقایسه بکنیم با آن چیزی که توی 96 داشتیم قابل مقایسه نیست و نتیجهش هم توی مشارکت معلوم میشه ولی به نسبت دور اول افزایش داشتیم افزایش بده کرده پس در واقع همان چیزی که شاید در فضای خیابانی میدیدیم و انتظار داشتیم به نوعی در برد. فضای مجازی هم نمود داشت اما خب نتایج مشخص شد آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شدن چقدر پیش بینی میکردین در با توجه به دیتا هایی که در فضای مجازی موجود هستش این اتفاق رخ بده پال تصویرش هم بیارید سندش دیگه موجوده ما در واقع دو روز مونده به انتخابات این برای همین دوره است دیگه بله پزشکیان 51 و 1 جلیلی 46 و 6 تقریبا. که دو روز قبلش هم ما پزشکیان رو 50 و خوردهی گفته بودیم و یعنی روزا که داشت می اومد جلو فاصله پزشکیان با جلی داشت بیشتر می شد درست. اگر, اگر, بزنن نموداره که بتونیم ببینیم که در واقعیت چه اتفاقی افتاد یه, یه کمی فکر می حدود دو, آره حدود, دو حدود دو درصد آره حدود دو, درصد. این چیزیه که ما تجربهش رو بر اساس اینکه بتونیم افکار سنجی بکنیم جامعه رو بر اساس کلان داده همین صحبت ها و پست‌ها و کامنت هایی که توی فضای مجازی میاد علاوه بر این انتخابات هم توی 1400 داشتیم هم توی 96 داشتیم و اونجا هم در واقع حالا 96 که دقت ما خیلی بیشتر بود رأی روانی 57 درصد گفتیم همون روزه آخر و توی 1400 هم هم مشارکت هم رأی آقای رو ما دو درصد اختلاف داشتیم مشارکت بفتیم. هم پیشبینی کرده بودیم برای دوره بله، بله بله. برای این دوره حالا نمودارش اینجا موجود نیست ما در واقع آخرین چیزی که گفتیم حلوش 45 بود در صورتی که 3 روز قبلش گفته بودیم 41 یعنی آه. این شیبرش کاملا مشخص بود که داره افزایش بده درست. میکنی یک شنبه 41 بود چار شنبه شده بود 45 این نمودار ها رو میگرفتیم میامدیم بالا به مثلا 47-8 ماه میرسیدیم رویمون ولی همچنان زیر 50 رو بله بله اتفاقی که افتاد خب به نظر میرسه که پس آن چیزی که در واقعیت رخ داد با آن چیزی که در فضای مجازی شما پیش بینی کرده بودین تا حدود زیادی منطبق بودن اما یک گزارهی وجود داره آقای عسکری معمولا میگن که فضای مجازی رو خیلی نباید آینه تمام قد جامعه دید چون آدما توی فضای مجازی فقط افرادی که شبیه به خودشون باشه رو فالو میکنن و شبیه به خودشون میبینن اینو چطوری میشه توجیه کرد چه, چه دلیلی میشه براش بود که دچار اون خطای شناختی هر دو گزاره درسته هم امه. فضای منجازی... آینه خوبی نیست از کل جامعه همین که کاملا میشود بر اساس فضای مجازی متوجه شد که توی جامعه و تو ازهان مختلف قشرهای مختلف داره چه میگذره یه شرط داره شرطش هم اینه که ما خودمون رو محل در واقع رجوع ندونیم تو فضای مجازی چون وقتی به واسطه یک فرد ورود میکنیم به فضای مجازی قاعدتاً الگوریتم های شبکه های اجتماعی ما رو میبره اون سمتی که ما بیشتر دوست داریم ما کسایی رو فالو میکنیم پستایی رو بیشتر میبینیم لایک میکنیم کامنت زیرشون میزنیم ریاکشن بهشون نشون میدیم که به عقاید ما نزدیک این موجب میشه که ما کم کم تو همین الگوریتم ها بریم سمت جایی که حالا قلیز شده شو به اسم مارپیچ سکوت در واقع اسم میذاریم روش و این موجب میشه که ما هی اشتباه فکر کنیم یعنی فکر کنیم آن یعنی چیزی که ما داریم میگیم همه دارن اینطوری فکر میشه. میکنن و این حالا زمینه خود قطبیده شدن جامعه میشه که اگر رسیدیم امروز هم در موردش بپردازیم صحبت کنیم جذابه اگر میخوایم این رو دقیقتر بهش بپردازیم به و بگیم چگونه پس فضای مجازی میتونه این رو به ما نشون بده در واقع اینه که ما باید کلان داده کل شبکه‌های اجتماعی رو ببینیم وقتی کلان داده میبینیم دیگه تو یک کلونی تو یک دسته تو یک تیف رسانه اینها نمی‌افته. کلان داده یعنی چی؟ هم بیگ دیتا بیگ دیتا وقتی ما در نظر میگیریم یه مفهومی هست توی فضای مارکتی به اسم سوشال لیسنینگ که خیلی ساله تو دنیا هم نزدیک شاید 15 سالی هست رواج پیدا کرده از زمانی که شبکه اجتماعی خیلی تقویت شدن با بیگ دیتا و ای آی هوش مصنوعی شما میبینید که آن چیزی که تو شبکه اجتماعی داره گفته میشه تقریبا همان چیزی است که جامعه داره بهش فکر میکنه به شرط اینکه شما دسترسی به داده رو به جایی برسونی که بتونی بگین این دیگه کل جامعه است یا توضیح یافته کل جامعه است این اتفاق ای بیفته مثلا ما خودمون تو دیتاک روزانه پنج میلیون است. مثلا یه گزارش سالانه بده سال پیش ما کار کردیم گذاری سالن دیتا کو نزدیک دو میلیارد دیتا رو بررسی کردیم خب تو دو میلیارد دیتا خیلی فرق داره با این که من برم فقط اطرافیان خودم رو ببینم اه. ببینم اونجا داره چه اتفاقی میفته وقتی بر اساس کلان داده و هوش مصنوعی اتفاق میفته دیگه اون فارق از جهت که من وارد فضا شدم به این داستان نگاه میکنه و همون چیزی رو میده که در واقع بیس و اساس دموکراسی که وقتی وزنای همه افراد مختلف کنار هم میذاریم میبینی دقیق تجمیع آدم ها بدن این اتفاق داره توی همین کار به واسطه افکارسنجی که روی شبکه اجتماعی اتفاق میفته رقم میخوره. آقای هسته آقای یه صحبتی که قبلا میشد این بود میزان دسترسی آدمها به فضای مجازی رو در واقع میگفتن مثلا میگفتن که خب همه قرار نیست به توییتر دسترسی داشته باشن همه اینستاگرام ندارن خصوصا بعد از فیلترینگ خب این اینو چطوری میشه در واقع توجیه کرد ما دسترسی به اینترنتمون تو ایران 83 درصده 83 درصد دسترسی خوبیه ولی فیلترینگ مانع مهمیه سر این داستان نکته مهم اینجاست که اولا ما فقط فیلتر شده ها رو نبینیم خب بالاخره پلتفرم داخلی الان از یه محل فقط کوچیکی که یه تعداد مثلا چند صد هزار نفری یا یکی دو میلیونی فالوشون بکنن گذر کردن و یه بخشی از جامعه رو در واقع تونستن جلب بکنن و فعالیت اونها توی اونجاست ما اونها رو ای بذاریم این استگرام و تلگرام و توییتر میتونه یه فضای کلی نشون بده حالا من یه فضای کلی از فضای مجازی اگر اجازه بدید من ایجاد بکنم تو ذهن مخاطبین که ما الان در مورد این پلتفرم صحبت میکنیم میزان مصرف ایرانی ها از اینها به چه شکله این استگرام علا رقم فیلترینگش همچنان پرمصرفترین پلتفرم ایرانی است و لحاظ تعداد کاربرایی که بازیش کردن به این استگرام 90 درصد 90 درصد بعد از فیلترینگ و قبل از فیلترینگ دارن استفاده, میکنم. دارن استفاده میکن میزان, میزان استفاده ممکنه کمتر شده باشه به واسطه اینکه هزینه های مقدار رفته بالاتر اینها ولی همچنان مرجع اصلی خبرهاشون توی این میره که یکی از دلایل اینکه این انتخابات داغ نشد همین بود که حالا بحثش خیلی تخصصی میشه شد بهش میپردازیم لایه های سه و چهار تحلیلی میشه تلگرام بعد از فیلترینگ این استگرام یه پله افزایش پیدا کرد چون خود پروکسی های تلگرام تسیل میکنه دسترسی رو و میزان استفاده چون بازدیدار ما داریم مجموعه کانال رو میبینیم رشد پیدا کرد و ایرانی ها باز تو کانال ها برگشتن و استفاده کردن این استگرام نزدیک به سی و میلیون کاربر فعال داره تلگرام نزدیک به بیس و میلیون کاربر فعال داره فعال یعنی ماهانه داره جمع. مصرف دقن میکنه توییتر برای ما رسانه یا و سیاسیون و تکنیکال ها و اینا خیلی محل مهمیه و فکر میکنه خیلی هم جامعیت داره ولی اصلا اینطوری نیست کاربرهای فعال توییتر نزدیک به یک و خورده ای توی ایران بین 900 تا یک و خورده ای در واقع بالا پایین میره و نمیتونیم بگیم آن چیزی که تو توییتر گفته میشه و توی جامعه گفته, گفته میشه ولی بیان کننده تفکرات سیاسی هست که غالب بر جامعه هست امه. یعنی هر کدوم از کسایی که بالاخره صاحب قدرت هستن تو ارکان سیاسی یه طیفی از کاربرای توییتر رو تونستن برای خودشون اختصاص بدن حالا اینکه این طیفه این چقدر متناظره با جامعه نه این تناظره خیلی یک به یک, یک نیست بلی. ولی تو این استگرام و تلگرام این خیلی بیشتره و شبکه داخلی حالا اگه تو همین انتخابات بخوایم اینا رو بررسی بکنیم شبکه های داخلی هم رسانه ایش رو بخوام بررسی کنیم ایتا یه سر بالاتر بعد روبیکا بعد با فاصله بله, بله. شاید الان شما اگه از طیف مثلا کارمندهای جامعه بپرسید بگن نه بله بیشتر از همه خب. ولی بله داره استفاده چت بیشتر ازش میشه کانال هاش انقدر مورد رجوع نیست ولی ایتا کانال هاش به شدت مورد رجوع و میزان مصرف بازدیدش یه جاهایی به 70 درصد تلگرام تو همین روزا میرسه یعنی اون کسایی که دارن فالوش میکنن خیلی دیگه پیگیری از اونجا میکنن. بقا. که این البته خودش یکی از مسائلی بود که کار رو برای تیم های جلیلی سخت کرد چطور چون که قاعدتا بعد از دور اول دوست داشتن دسترسی داشته باشن هر کدوم نام زد و به اینکه اون کسایی که نیمدن رای بدن رو مجاب بکنن که بیان بله. رای بدن و داشته اونها عملا توی ایتا بود دستورتی که اون 60 درصد توی ایتا نیستن توی تلگرام و اینستاگرام هستن ولی خب طرفدارها و اون رسانه هایی که در واقع از پزشکیان حمایت میکردن دستشون به تلگرام و اینستاگرام خیلی بهتر بود و همین شاید یکی از دلایلی بود که تونست اون نفت ده درصد تقریبا اضافه شدن مشارکتی که دو دور دوم اتفاق افتاد رو بیشتر به نفع آقای پزشکیان رقم بزنه ایتا ایتا من عرض بکنم خدمتتون ایتا تعداد کاربر روزانش زیاده نزدیک به 17 میلیون و روبیکام همین رو در واقع تقریبا میگه البته اونا بعضا تا 27 میلیون هم میگن ولی خب روزانه اگه ما فقط کانالاشو بشه در نظر بگیریم و این چیزها به این میزا میرسه ولی یه بخشی از جامعه دیگه یعنی اولا آن چیزی که ما تو خیلی از موضوعات داریم می‌بینیم تو جامعه که جامعه قطبیده شده تو مصرف پلتفرما می اتفاق تقریبا افتاده یه بخشی از جامعه اینستاگرام و تلگرام رو میره میبینه و یه بخشی از جامعه ایتا و روبیکا رو میره میبینه و این موجب میشه که اونها محکمتر بشن رو تفکرات خودشون این وریا محکمتر بشن رو تفکرات خودشون توی این انتخابات ما اگه بخوام همین تحلیل قطبی رو در نظر بگیریم من یه بیسی ارز کنم خود نهتون بخوام بگم ما تو 402 اومدیم تقریبا سی و خورده ای موضوع داغی که ایرانیا براشون اهمیت داشته رو استخراج کردیم فکر کنم داشتیم فولدرشو اگر که آره. توی این بزن. سی و خورده ای موضوع موضوعات مختلفی بود که حالا مثلا فکر می‌کنم برترینش غزه بود بله. یه دونه دیگه. دیگه هست این مناسبت ها هست. هست. بله. بله جنگ غزه بیشترین میزان توجه رو به خودش گرفته اعتراضات انتخابات و موضوعات دیگه تو 20 اولش ما تحلیل کردیم اینجا داریم هفته اول رو میبینیم تو بیستا اول یکی دو تا موضوعه که جامع رفتار قطبی ده بینشون نداره رفتار قطبی ده یعنی چی یعنی بگی آقا من یا این ور تایفم یا این ور تایفم همه همسوان با هم یعنی تو اون چند موردی که شما میگید حداقلش حد اینه که نمودارایی بخوام بکشیم بخش وسط خیلی زیاده هم. مثل چی موضوعی که اینجا مثلا قطبی ده نشه رونالدو تو رونالدو اینطوری نبودی یکی خیلی مخالف یکی موافق باشه خب یکی بگه این ور کاملا صفر یکی بگه صد خب ولی تو خیلی از موضوعات دیگه هم که اینجا داریم موضوعشو لیستشون م... لیستشو میبینیم دقیقا داره اتفاق همین قطبیده میشه تو داستان غزه اتفاق میفته تو اوکراینی اتفاق میفته تو مهاجرت های افغانی اتفاق میفته این داره نشون میده که جامعه ما الان همچنان موضوعات قطبیده رو بیشتر میپسنده البته این منوط به فقط ایران نیست و رفتاریه که به واسطه همین شبکه اجتماعی تو دنیا داره اتفاق میفته یعنی ما انتخابات های کشوره بزرگ الان ببینیم بله. نموداره کاملا داره از اون وسط کم میشه و به طرف نمودارها اضافه میشه یعنی شما تو آمریکا هم ببینید دقیقا. نظرسنجی مختلف تا شاید مثلا دو ما قبل از انتخابات 50 درصد میگفتم من نمیدونم دموکرات یا جمهوری خواه خب برای مثلا سال 1000 2000 مثلا 10 2008 اینا ولی الان نه الان طرف همون اول میگه یا من دموکرات یا جمهوری خواه یعنی اون هم داره جامعه رو سمت قطبیده میبره که یه دلیلش همین فضای شبکه های اجتماعی میتونه باشه حالا یه ترندی اینجا اتفاق افتاد که دو دور اول در واقع خودشو نشون داد این بود که تو تقریبا تمام نظرسنجی ها قالیباف پزشکیان و جلیلی آراشون با هم نزدیک بود و تو شروع قالیباف جلیلی جلوتر بودن پزشکیان ها تر بود ولی هر چقدر داختر شد فضا اون موتور محرک قطبیده موجب شد که آرای آیه قالیباف به سمت پزشکیان بیشتر و یه بخشی جلیلی بره هی hey, از آرای قالیباف کمتر شد تو نمودارها و به سمت آرای آیه آی پزشکیان را توی دور اول رو ارز میکنم و تو دور دوم تقریبا اینا میتونیم بگیم بینا بین پنجا پنجا بود پخش شدن اون سه که به آی غالیباف رای داده بودن ولی توی فضای دور اول یه افت شدیدی داشت هرچی به روز انتخابات نزدیکتر میشد و بیشتر سمت فضای پزشکی ها میرفت که دلیلش هم همین قطبیده بودن جامعه است یعنی وقتی فضا داغتر میشد میدیدن که نه غالیباف نماینده اون چیزی که من میخوام الان نیست یا جلیلی باید باشه یا پزشکی هم باید این شما تو کاربرا تو شبکه هایش نومه رسیدین که در واقع آدم هایی که شاید اولش طرفتار آقای قالیباف بودن بعد رفتن بیشتر بله. به سمت آقای پزشکی و بعد در نهایت به سمت آقای بله. جلیلی بله. خب یه چند تا الان مسئله اینجا شاید مطرح بشه اینکه برنامه های تلویزیونی که در این مدت ساخته شد حالا چه گفتگوهایی که با اعضای خانواده این افراد صورت می گرفت. چه مناظره های تلویزیونی چقدر مؤثر بود در اینکه حالا این آرا بخواد توی سبدهای مختلف ریخته انتخابات این دوره دیگه انتخابات مناظره نبود چطور؟ ما اگر 88 رو اوج انتخابات مناظره ای ببینیم که هرکی برنده مناظره میشد برنده مثلا انتخابات هم میشد توی 92 تقریبا این اتفاق افتاد ولی باز کانال های تلگرامی بودن که کمک کردن و اونا تقویت کردن به تنهایی خود مناظره باز چیز نبود علتش میزان مصرف رسانه‌ای جامعه است جامعه میزان مصرف صدا سیما و کلا تلویزیون داره کمتر میشه فضای مجازی داره بیشتر میشه این ترندی است که تو ایران داره اتفاق میفته و تو خیلی از جای دیگه دنیا داره این اتفاق رقم میخوره یه نموداری هم داشتین اگر که بله بله همینه توی اون من بیسا رو بگم بعد این تحلیل رو عرض کنم خدمتتون توی اونجا قاعدتا وقتی این اتفاق میفته مناظره رو خیلیا به واسطه یا آن کلیپ های کوتاهی که توی فضای مجازی میاد میبینن و باز از طرف رسانه هایی میبینن که قبلا فالو کردن و ذهنیت فهمه. اونا رو تحیید میکنه یعنی طرفدار جلیلی میبینه که جلیلی تو مناظره برد طرفدار پزشکیان میبینه پزشکیان توی مناظره برد خب جلیست. و آمارهای خود مصرفی که خود صدا این دوره اعلام کردیم بود که تقریبا 25 تا 30 درصد مناظره میدیدن مستقیم که بخوان در واقع ببینن که اونم تازه کل فضا رو نمیدیدن که ببینن دوباره برنده به چه سمتی میره این دوره برخلاف دورای پیش پس مناظره حرف اصلی رو نمیزد حتی برخلاف 96 تلگرام انقدر باز قدرت نداشت یا مثل اعتراضات این استگرام اینقدر به تنهایی میوندار نبود که خود این استگرام بگه چه سمتی بریم چه سمتی نریم سلبریتی و اینفلوینسر و استوریا و اینا حرف اصلی رو نمی در واقع با یه توضیح یافتگی ما مواجه بودیم که هر کدوم یه بخشی از این سهم رو گرفته بودن علتش هم اینه که کلا روند رسانه ای داره به این سمت میره که تکسر پیدا بکنه و این تکسر یه کدوم دیگه بر بقیه غالب نباشه توی دور دوم اتفاقی که افتاد و آن کسی میتونستیم بگیم برنده نهایی شد که تونست تو این یک هفته به واسطه شبکه سازی به واسطه اون نتورک ساختنی که توی دنیای واقعی و همین فضای مجازی و پیام رسانه ها و اینها داره اون ده درصدی که اضافه شدن رو آراشون رو جلب کنه به خودش یعنی ما... به نظر میرسه آقای پزشکی هم موفق بوده یه علتش هم اینه که عرض کردم اونا دسترسیشون به اون بخشی که اون قشری که میاد راحتتر تر رأی میده بیشتر بوده چون میتونیم بگیم تقریبا ایتالیا دیگه اومدن رأی دادن بله. دیگه که اونا دیگه... کسی نبوده بهشون بخواد اضافه بشه ولی نه تلگرامی ها من دارم خیلی ساده شو عرض میکنم بله بله. و آماری داستان پیچیده تر میشه تلگرامی هایی که بخواد تو گروه ها باشه ارتباط ها باشه گروه هایی که ممکن خیلی از قدیم مونده باشه گروه دانشجویی که مثلا هر کدوم از ما داشتیم همکاری هایی که داشتیم خانوادگی هایی که داریم بستر مناسبی میشه برای اینکه بتونه اون جلب آرا رو بکنه اون و کار سا نتورک سازی سا ها و میبینیم که در واقع اون داشته ها داره اینجا به شکل نتورک خودشو نشون میده میگه من هر چقدر بازاری یا بکنم قوی تر میشم تو دور دوم و برنده این کارم در واقع آی پزشکی درسته توییتر چقدر موثر بود آیا تحلیل جداگانه ای داشتین درباره توییتر چون تو توییتر هم به نظر مثلا افراد نزدیک به هر کدوم از کاندیداها خیلی انگار که داشتن تبلیغ میکردن و خیلی فضا میکردن حالا چه اون طرف یا چه این طرفی توییتر خب چون مصرف رسانه کل جامعه رو به خودش اختصاص نمیده نمیتونیم بگیم که توی مستقیما این افزایش درصد و تعیین برنده اثر داشته کلا توییتر یه فضای انگار مانور اولی است که اونجا باید داده بشه یه شبکه سازی اتفاق بیفته یه گفتمانی در بیاد مشخص بشه چی میخواد بشه این ذریب بگیره تو بسترهای دیگه و بره تو بسترهای دیگه خودشو نشون بده که ببینه چه اتفاق داره میفته توی توییتر اتفاق اصلی که افتاد این بود که اونهایی که تو دور اول در واقع تحریم کرده بودن انتخابات رو با میگفتن شرکت نمیکنیم تمام تلاش طرفدارای پزشکیان این بود که اونها رو مجاب بکنن که بیان در واقع رأی بدن و یه بخشی موفق بودن یعنی نتونستن موج بزرگ ایجاد بکنن اگه موجب بزرگ ایجاد میشد مشارکت ممکن بود حتی به 55 60 درصد برسه ولی خب تونستن یه بخشی رو ایجاد بکنن و اونها به عنوان قشر الیت جامعه اگر خیلی کلی در نظر بگیریم برن بقیه رو مجاب کنن که این الان کار عاقلانه این است که بریم تو دور دوم رأی بدیم و این افزایش ده درصدی اتفاق بیفته کارکرد توییتر توی این انتخابات در واقع این بوده درسته بیاید سوال دیگه هم, هم بپرسم درباره جنس کسانی که رأی ندادن در واقع تحریمی ها خب به هر حال اینها هم خواسته هاشون به نظر می که متفاوت بوده در فضای مجازی آیا درباره این موضوع هم تحلیلی صورت گرفته تحلیل دیتا محوری که بخوام بگم واقعیتش نه انجام ندیم ولی کلان شما بخوام به واسطه کارهای دیتایی که قبلا انجام دادیم خدمتتون عرض بکنم چند تا دلیل عمده داره یه بخشش خود داستان اعتراضاته که خیلی هم پررنگ بود و در این تاثیر داشت روی این موضوع که تاثیر داشت بله یعنی یه دلیل اصلی که بابت تحریم گفته میشد همون بود اه. یعنی اتفاقی که شاید توی هفته آخر انتخابات خیلی ها فکر میکردن که به خصوص اصلا بتونن آرای کسایی که توی اعتراضات آسیب دیدن یا کشته داشتن رو جلب بکنن و اگه اون اتفاق میفته دور اول اصلا انتخابات تموم میشد ولی نتونستن این کارو بکنن یعنی حتی اومدن آیه خاتمی و موارد دیگه نتونست اون بدنه رو که بدن سختری توی داستان اعتراضات بود در تکون بده برای همین تو دور اول عملا این اتفاق اصلا رقم نخورد یه بخش این تیف بوده که شاید توی اینها بیشتری نسل زدیا باشن که در واقع خودشون رو نشون میدن دسته دوم که قاطبه جامعه میشن بحث اقتصادی یعنی ما همیشه با یه تیفی مواجه میشیم که خیلی سیاسی نیست شاید شما دستبندی های ریاست جمهوری ها رو از یه بخش از اون جامعه ای که همین 20 تا 30 درصدی میشن و تعیین مشارکت اصلی ها رو اینا معلوم میکنن که 50 درصد 40 درصد بشه یا 70 درصد 80 درصد بشه دست اونهاست اونهایی میشن که اتفاقا علاوه از اقتصادی تو قش ضعیف جامعه قرار میگیرن و اونها شاید این دوگانه هایی که تو ذهن ماست این چیزهایی که ما از تحلیل های سیاسی تو ذهنمون میشرخه و تو رسانه می میدونیم اصلا اونا شاید اینطوری ندونن و اینطوری بهش نگاه نکنن و براشون مهم اینه که اقتصاد به سمتی داره میره ساده سادهش اون چیزی که تو مناظرات آی پزشکی خیلی خوب بشه شو. گوش الان مثلا 700 تومنه برای اون فرد الان این مهمه خب و میبینه که شرایط اقتصادی الان چقدر میتونه امید داره با رأی دادن که بتونه اونو تغییر بده که حالا یه بخش کمی از اونها در واقع توی دور دوم اومدن پای کار و رأی دادن و بخش اصلیشون نیومدن توی این انتخابات یه اشاره هم به مناظره ها کردیم تو اون نمودار آره، باشیم ها اگر که اون نمودار مناظره ها را داشته باشیم دقیقا میخوام ببینم که توی مناظره اول و مناظره دوم دو شب بود پشت هم بود اگر اشتباه نکنم میخوام ببینم که آره همین این در واقع برای دور اوله چیزی آه. که ما داریم میگم چرا ما این کاری کردیم چون دور دوم خب خیلی اختصاصی میشه ما میخواستیم چند تا انتخابات رو با هم مقایسه, بکنیم و دقیقا اون نمودار پایین روزهای انتهایی رو نشون میده به ما که چه اتفاقی میفته توی اونجا شما حالا چون سطح نمودار ماده پایین ظاهری ممکنه مجلس رو بگیم انقدر شیب نداشته در صورتی دیگه شیب مجلس از شیب این دوره بیشتر بود بیشتر. یعنی عددی وقتی بررسی شد یعنی به آخر انتخابات مجلس که نزدیک تر می شدیم بله بله جنال. شیبش بیشتر بوده دلیلش هم اینه که خب بالاخره تو هر شهرستان و هر چیزی شما میری کلی نماینده وجود داره خود اونها کلی کار میکنن تو فضای مجازی و این توزیع یافتگی موجب میشه که این اتفاق بیفته ما پس بعد الان بیام انتخابات 1400 با 403 مقایسه کنیم ببینیم درست. چه اتفاقی افتاده شما پیک ها رو توی چیز کاملا میبینید توی انتخابات 1400 و نمودار زرد رنگ درست. توی نمودار زرد رنگ پیک هایی که داره خیلی فاصلهش با دره هاش بیشتره چرا شده این یعنی اینکه اون نقطه‌ای که مناظره بوده تو فضای مجازی هم بیشتر در موردش صحبت شده م. یعنی خود مناظره های 1400 که بازم انتخابات داغی نبوده اصلا به نسبت 403 مناظره های 400 داختر 403 بوده م. تو دور اولش تو دور اول با سرکید میکنه و این در واقع نمودار کامل داره اینو به ما نشون میده پیکایی که شما توی نمودار آبی رنگ میبینید فیروزه ای میبینید،, میبینید خیلی نرمه بله انقدر این فاصله ها زیاد نشده و تقریبا نمیتونیم بگیم طبیعیه چون تو اون ساعت کانال های تلگرامی و کاربرا توی فضای مجازی به بازخورد خود مناظره دارن میپردازن یعنی فرداش باز ما انقدر داغی زیادی نمیدیم تا زور بحث شکل بگیره چه سمتی داره میره بیشتر همون قالب اطلاع رسانی و کلیپ هایی که فقط در میومد در واقع میرفت جلو اتفاقات این... مجلس هم باشیم ولی مجلس ما من مناظره نداشتیم نداشتیم نداشیم, نداشیم. نداشیم برای همین واسه همین آره. این آره. برای همین فقط خود اون فعالیت خود نامزده که در واقع اون انتها رو میاره بالا و آه. روش پیدا میکنه این در واقع اثباتی بر همون مسئله است که دیگه مناظره ها اینقدر تعیین کننده نیستن یعنی یک کانال نمیتونه برنده رو رقم بزنه بگه آقا من اگه مناظره بردم پس رئیس جمهور میشم نه این اتفاق نمیفته کاملا باید با یه فضای پیچیده ای بتونه برنده کار بکنه از هر کدوم از اینها یه پیامی رو بکشه بیرون به واسطه کانال دیگه اینو توضیح بکنه که بتونه مخاطب هدفش رو مجاب بکنه که بیاد رأی بده درسته. آقای اسکری به عنوان سوال آخر میخوام درباره مسعود پزشکیان ازتون بپرسم ما تا قبل از این انتخابات شاید اونقدر اصلا محتوا توی فضای مجازی درباره شخص آقای پزشکیان اصلا تولید نشده بود شا، شاید مثلا در زمان رد صلاحیتشون در مجلس شاید یه سری محتوا داشتیم اما اساسا خیلی محتوای خاصی در فضای مجازی فکر نمی کنم تا قبل از این منتشر شده بود چه اتفاقی افتاد البته شما اشاره به ش... مس... مسئله شبکه سازی کردین که به نظرم اون خیلی تعیین کننده بوده توی این دوره اما چه اتفاقی در فضای مجازی به طور کلی افتاد یعنی کاربرا چه کارهایی کردن چجوری میتونیم رصد بکنیم این فضا رو یه ویژگی که این انتخابات با دوره قبلش این بود که یه یهویی اتفاق افتاد دیگه امه. ما انتخابات دوره قبل چون تاریخ مشخص بود بله و تقریبا میتونیم بگیم ما به تجربه ای که تو این شاید ده سالی که تو این فضای ای آی و کلان داده ها داریم داده ها رو میبینیم و بررسی میکنیم از 7 هش ماه قبل اصحاب قدرت میان بذرایی که میخوان تو افکار عمومی اون روزهای آخر رو برداشت بکنن و میکارن یعنی شروع میکنن به پرداختن موضوعاتی که میدونن اون هفته آخر دو هفته آخر میاد. به کارشون میاد اونها رو سعی میکنن اولویت های ذهنی جامعه رو جابجا بکنن نیست. یعنی آن کسی تو انتخابات های قبلی میبرد که اولویت های ذهنی جامعه رو به نفع خودش جابجا بکنه یه کسی حالا مثلا توی 96 آی روحانی تمام تلاشش کرد که داستان رو فرهنگی نشون بده مثلا ما قبل از عید بحث حضور زنان تو ورزشگاه شده بود خیلی بحث داغ جامعه بله. اون اون ورسایی کرد که بحث اقتصادی باشه فیشای نجومی رو مثلا بیاد مم. کار بکنه ببره جلو اینها در واقع همش سر همینه که این اولویت های از هانه جامعه در واقع بتونه جا به بشه و تو این انتخابات خب نمیشد یعنی تو فرصت پنجا روزه ای که مم. اصلا چیز بودیش تیمی نمیتونست این کار رو بکنه زمان بهش اجازه نمیداد برای همین ما بذری کاشته نشده بود که برداشت بکنیم و خود آقای پزشکیان هم دقیقا نکته که میگید اصلا جزو اشخاص مطرح سیاسی یا چهره ها نبودن ما باز تو همون گزارش سالانه که بررسی کردیم ایشون تو بیستای اول هم که نیست هیچ حتی تا چلتا ما بررسی کردیم تا اول هم تو چهار سد و دو جزو چهره برتر نیستن و بهش نمیپردازن آن چیزی که اتفاق میفته اون گفتمان است دیگه این گفتمانه وقتی میاد تو انتخابات دیگه بروز پیدا میکنه تمام داشته های این ور و تمام داشته های اون ور میاد پشت این که فرد رو در واقع ذریب بهش بده و یه الگوی دیگه ای هم ما در نظر داشته باشیم تو انتخابات های ایران اون الگو هم اینه که چون بالاخره هر انتخاباتی که ما داریم میبینیم به واسطه یه سری الگوها شاید مثلا ده 15 تا الگو توی ریاست جمهوری و تو مجلس نزدیک 30 تا الگو سی تا 40 تا الگو ما داریم الگو یعنی چی؟ الان یکی شو کنم با متوجه میشن ما یکی از الگوهای قوی که تو ایران داریم اینه که اون کسی شانس بیشتری دارد که قبلا افکار عمومی کمتر دیده باشدش جالبه. خب اون کسی که بیشتر دیده رو بیشتر بانی با وضع موجود میدونه خب پس یکی از شانسایی که آقای پزشکی اون این بود که اصلا چهره دیده شده ای زیاد نبود علارغم اینکه این نایب رئیس مجلس هم بود باز خیلی چهره دیده شده ای نبود و این رفت توی اون پترن و الگویی نشست که خب پس ایشون یه فرد جدیدی که داره میاد و حالا اونور در واقع تیم جلی تمام تلاشش رو کرد که به اسم دولت سوم روحانی و اینها این کار رو بکنه ولی باز خیلی نتونست اینو رقم بزنه چون خود چهره چهره بود که انقدر دیده نشده بود درسته. و این یا دلایل موفقیت ایشون بود تقوی الگو درسته. خیلی متشکرم آقای عسکری ممنون از فرصتتون آینه پایانی داره. دارید که بفرمایید من فقط نکشم روی اینه که هر دورم در واقع تو انتخابات ها اینو اشاره میکنیم اینه که وقتی به این خوبی میشه افکار جامعه رو و صدای جامعه رو از فضای مجازی شنید با یه فاصله زمانی کم با رزولوشن بالا قشرهای مختلف چی دارن میگن امیدوارم که های مختلف چه حالا بدنه حاکمیت و دولت و اینها باشه چه حتی کسب با و کارها باشن خود برندها این فضا رو جدی بگیرن و بدونن که با شناخت مخاطب پیروزی بیشتری براشون رقم میخوره هرچقدر بهتر و دقیقتر به واسطه همین کار کلان های فضای مجازی بتونن نظر جامعه رو شفافتر متوجه بشن موفقیت بیشتری براشون رقم میخوره ما الان خیلی وقتا فکر میکنیم که جامعه رو می‌شناسیم ولی تصویر شبیه این تصویری ای هست که توی تلگرام و اینا برای ما هنوز تصویر لود نشده حدس میزنیم پشتش اتفاقیه ما بر اساس اون حدسامون همچنان تصمیم می‌گیریم و میریم جلو میگیم جامعه احتمالا اینطوری فکر میکنه پس ما این کارو بکنیم و تصمیم میگیریم و میریم جلو ولی اگه رزولوشن روشن بشه تا ببینیم نه یه تصویر دیگه ای بود که ما فکر میکردیم البته اگه میزان دسترسی مون هم خوب باشه <laughs> بله <laughs> خیلی متشکرم <ما> <laughs> <اونم> <laughs> <laughs> <چکرم> از شما خیلی متشکرم از شما و ممنون از اینکه ما رو تماشا کردیم <laughs>